بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جون اسم فامیلت؟ فیروز سنگلجی هستم. فیروز سنگلجی. متولد 1980 1336. شغلت چی بود آقا جون؟ تو کار عروسکم، تو گروه نمایش مرغ سخاری خیابون 18. شما دهنتو ببند کروکودیل. آقا بزرگ ما رو ثبت نام نمی کنی؟ ما هم آدمی. ما پرونده شما از قبل آماده است داشتی. آقا ولی بیا آقا جون رو ببر. بفرم آقا. اینه محترم بفرم. این سالو بهبودی بفرم آقا جون. شما بفرم آقا. بفرم بفرم. بفرم. سلام بچه ها، مهمون داریم. البته مهمون که این آقا رجب آقا شاپور هم قبلا مهمون ما بودن، باشون لغزید رفتن بیرون دوباره برگشتن. اینا اومدن 21 روز با ما زندگی کنن. ساز مخالف؟ نداریم. برم برم؟ نداریم. تلفن زیر افروز؟ نداریم. ملاقات زیر 14 روز؟ نداریم. بچه ها خودتون رو معرفی کنین. رجب هستم، یه معتاد. سلام رجب. منم شاپورم، یک معتاد. سلام شاپور. منم فیروز سنگلجی، یه معتاد نیستم داداش. من الکی برداشتم بردن اینجا. اینا منو به زور بردن خونه شون. این چیزا رو من یاد دادم. من توی یه فرسقی هم اصلا دنبال این چیزا نرفتم، سیگارم نکشیدم. من کار و زندگی داداش بیزنس دارم. آره داداش. حالا یه چند روزی پیش ما بمون، جای دوری که نمیره. با ما حال کن چند روز. بیزنس رو چیکار کنم بره؟ آقا بچه ها رو ببر سمزدائی. یادتم باشه اون رجب و شاپورم یه رژیم غذایی خاص دارن. میخوام یه هفته نون خوش بخورن. یادشون بره فکر فرار به سرشون بزنه. آقا جون مادرت بیخیال شو. اصلا خماری و چیزی که اینجا گرفتی و تعویض دوستای من بدین. پاشین بیا. گشنگی با هم جور در نمیاد. نوکرت هفته. بفرما. 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 بفرما آقا. سیاوش آقا خوابن استراحت میکنه. آقا چه خبرته تو هم؟ آقا جون. آقا. آقا عزیز. اینجا اتاق سمزداییه. یه چند روزی مهمون باشه یه ذره خماری پس بدید اینجا. بابا نمیخواد توضیح بدی. ما خودمون همه اینا رو میدونیم. آقا اگه میدونستی که دوباره راحت اینجا نمیافتاد مردم اومد. ول کن دیگه ولی، ول کن دیگه بابا. بذار بگیریم بخوابیم لحظه. دو دقیقه دیگه خماری میزنه بالا. دنبال چی میگردی؟ تخت داد دیگه، برو بگی بخواب دیگه. بله بله. زندگی ما زایده اندیشه ماست، غیر ممکن را انجام نوشی لذت است. صداقت نخستین فعل دفتر دانایی است. خداوند خداوند ما را تنها نخواهد گذاشت. رضا جان، پسرا، من خوب میام واسه نهار. بچه‌ها، بچه‌ها، همه گی نهار. وای، استخونم. وای مردم، وای. وای، وای. نهار. همه گی نهار. آقایون، نهار، تمام نشا. نهار. بابا کی نهار یه بیلر دو بازینم؟ بابا من نهار نمیرم. ببینم کنم بابا. یه ذره عجب بی‌معرفتی هستی. کم خونمون بهت رسیدم، کم مادرم بهت غذا داد خوردی. آره بعدش هم زنگ زد ما رو گذار اینجا. تو اینا عجب بی‌معرفتی.
میگیم حرومه کشه نماد با حرامی تو مادر اون لوداد من چی دستت جا انداختم هفتشتا آمپول به تو زدم اینا حساب نیست؟ نه شوزنتم تو بدنم جامون حساب نبود حقت بابا بیده قضا رو بخار حقت بود از پا باید غاج میشون سلام چطوری؟ بفرمایید همین پسر آنتنی مأمور چیزی نباشه این بنده یه خدا تازه ماره دیده از کجا فهمیده ما تنبیه شدیم مال این حرفا نیستش تکون بخوری خودم نفسشو ببرم حالا این حرفا رو ول کنید ببین این حرفا رو ول کن بلنشیم بریم بیرون یه هوایی بخوریم یک کانون جدید برای فرار بزنم ای بابا من نمیبینی مثل دفعه قبل نیست چهار پنج تا قفل اضافه کردن پنج شیش تا دوربین گذاشتن شده این زندان آلفا آلفاتراز منظور چیه دیگه آلکاتراز دیگه بیان گوشو بگی بخور آقا حالا هرچی آلکاتراز یا آلفاتراز یا الزهرمار حالا هرچی اصلا شرابات که خودم اونجا بودم پاشین بابا پاشین بیا میام بخور برو نمیخوره بخور یک چهار تا دیگه خب بین که راست میگن که صد سال عاشقی به یه روز خماری نمیارزه واقعا راست میگن آقاسون جماعت من دانشم نهایت بو اعتیاد عالمی چخلار سالمش قوی من ده مواد چه میشم چخ استیراب چه میشم چخ شلب باشمه باخمه منیم یاشمه بو اعتیاد عالمی چخلار گلمش قوی بو آقاسون جماعت من دانشم نهایت بو اعتیاد عالمی چخلار سالمش قوی من ده ازاد چه زمین قمه قرکه چکار کنم؟ باشم بشکم بزنم؟ بابا کجای دنیا اینجوری ترک میدن؟ اینجوری یابویی چجور وضع ترک کردنه؟ بگه زورکیه ترک من نمیتونم جون ترک کردن رو ندارم اینا دارم بی خودی وقتشون رو تلف میکنم برو بهشون بگو من پام از اینجا بزنم بیرون میرم دوباره میزنم دوتا دودم بیشتر دازی میگیرم کاش پام هیچ کس من خونه این رجب بی همین چیز نمی رفتم آروم باش به خودت مسلط باشه من رو ببین از اونها یاد ببین دارن شادی میکنن اونها هم خمارن تو سرشون نمیزنن که ماتم نمیگیرن مثل تو پاشو تو هم یه حرکتی بکن ذهنتو مشغول کن که زمان بگذره پاشو قرم میکن برو بابا دست رو بند دست بابا حوصله داری من الان میرم تکلیفم رو روشن میکنم با این یارو اسمی چیه؟ حمید بزرگ از این کلا لگنیا میذاره من حالا میرم باش صحبت آره آقا جون الان ببینی نمیشناسیش به جنوت از اولش هم بهتر شده آره باش شد بیام حالا ام حاجی جون حرفم طولانیه داداش ببین آقا جون ببین داداش من یه مریض اورژانس اومده اینجا دار بذار من کارین را بنزم به زنگ میزنم آره آقا جون یالی بفرما ببینم شهیرم هر کی اینجا حرفی داره اول باید به شما بگه درسته؟ خیلی خوب مگه نه اینکه اینجا هر کی میاد معرف داره خب معرف من اینجا کیه؟ خب بگو دیگه معرف من اینجا کیه؟ شما طبق چه حکمی؟ چه شاکی؟ چه قانونی من اینجا برداشتید نگه داشتید؟ بابا این دیگه چجور ترک کردنه؟ من دارم میمیرم مطمئن باش هر کی به زور اینجا اومده باشه پاشو از اینجا بذاری بیرون اولین کاری که میکنه میره میزنه بابا جا اینجا صد برابر بدتر از شوراباد و قرچک و نمیدونم قزل ساره شما اینجا رو درست کردی برای کمک ترک اعتیاد نه که زندان بسازی
جون داداش درشته یه کاری بکن باجا، من دارم میبینم من بعد از 30 سال دارو مصرف کردن دیگه جون ترک کردن رو ندارم. امشب 70 میلیون نفر چششون به هنر منه، من تئاتریم. چند میلیون؟ 70 میلیون نفر. به به ماشاءالله ماشاءالله چه هنرمندی. بزن به تخته. اینم به تخته. ببینم اون فیروز قربون تو برم، ما اینجا تبعیض و چه میدونم بخوایم فرق بذاریم بین مریضامون اصلا چنین چیزی تو این کمپ نیست. ببین هر کس میاد اینجا حتما باید چی یه معرف داشته باشه. شما معرف داشتی، میدونی معرفت کی بود؟ همون پیرزنی که اون روز اومد اینجا باهات، همون که با پسرش خونش رو پاتوق کردی مواد مصرف میکنی. البته شاید شما بار اولت میای کمپ، اما بچهای اینجا اکثرا 3-4 دفعه حتی 5-6 دفعه هم چی اینجا اومدن و رفتن. شما هم سخت نگیر، اگه سخت بگیری بهت سخت میگذره. خیلی آروم و ریلکس بسیار اینجا مهمون ما ایداش ترک میکنی و راحت میخوند. بابا آخه مرد حسابی شاید یکی نقاط ترک کنه، زور که نیست. نه زور نیست. ببین اومدن اینجا راحته، اینجا قانون خودشو داره. شما اومدی اینجا همه چی برات آزاده الا ترک، اینجا ترکش اجباریه. داداش درشه نوکرتم، من دارم میمیرم، لاغه یه قرصی داروه یه چیزی از اینا بده من بخورم، من اینجوری هلاک میشم بجونه تو، حیفم. ببین بعضی از کمپ ها این کارو میکنن، اما اینجا آسپرین بچه هم دست کسی نمیدی. جونه داداش درشه نرو، یه دقیقه بیا اینجا جونم چیری میمونه، یه کاری بکن، یه قرصی یه چیزی به من بده، من اینجوری ببین منو تشنج گرفته، من خونم میاد گردن تو. تو مارو مرد حسابی، تو سعی و سالمی؟ ببین من پدرم هم مثل تو بودا، یه دونه چی این پروفنام دست نمیدادم. بعدم تو باید خدا رو شکر کنی، ببین خدا تو رو خواسته، خیلی آرزو دارن یه روز ترک کنن، یه روز پاکی داشته باشن. به خدا خدا تو رو دوست داره. جون من. آره بیا داداش درشته، یه کاری بکن. خوش به حالت اومدی وسایلتو جمع کنی و بری ها؟ این معرفت با این هم یه سفارش میکردی شاید یه فرجی میشد. من از کاری این سر در نیاوردم، معلومی چی میزنه این؟ 2-3 روز این جسد افتاده. ناراحت نباش فیروز جان، 3-4 روز دیگه بیدار میشه. تازه میفهمه که تو چه سرزمینی فرود اومده و آهو با بچه شیر نمیده. آی دارم میمیرم، آی پا، آی دستا، آی لعنت برای چه قاچاق چیه؟ دارم من میمیرم. خدا ازت نگذاره مهندس رجب، آخه من چه ایزم تری به این مادرت فروختم. وای 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 ای بیمرفت داداشی، ای بیمرفت داداش کوچیک و بزرگه، چرا نذاشی من برم؟ چرا نذاشی من بزرگ؟ نه.
پسر شجاع توپ مچتی گرفتم. حالا تنهایی میایی توپ میکنی؟ من اون تو دارم از دستر دارم میبرم بعد از سه اینجا داری حال میکنی؟ ساکت! از همون اول هم معلومه تو یه ریگه به اون کفکت داری. شب تا صبح به چشمکه صبحم تا شب چرت چرت باریکلا داری بابا. آروم باش. بریز ببینم چی میخوان. یه داری بریز این دایره من بکشم حالم خوب نیست. چی بریزم رو دایره عزیزم؟ من چیزی نمیکشیدم. چیزی نمیکشیدم اشتباه گرفتی. آره چونه تو بس که ناز عمه منو میکشیدی. ببین پسر بله. من ختم سوم و هفتم و چهلم تمام گندلاتای ترون رفتم و برگشتم. آروم باش با من چارتایی نیا. یالا جنس رو کن وگر نه پیش عمه رو میکنم. رو کن آقا جان. شما گنده، شما لات، شما گردن کلفت. من مواد نمی کشیدم، چیزی دود نمی کردم. من برای چیز دیگه اینجا. اینو بفهم. آره جون خوده تو گفتی منم باور کردم. این چیز باید خیلی چیز باشه که خودتو 21 روز اینجا علف کردی. اونش دیگه به خود من ربط داره، ولی اون چیز اینقدر مهمه که خودتو اگه جای من بودی 21 روز که سهله 210 روز به خاطرش اینجا میموندی. برو دنبال. چی میخواد؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ پی پی بیزار فرق نیست. بده میرم فندکو. زرورق نیست آخه. زرورق این شکلیه. زرورق این نقش و نگاه داره، درخت داره، نقاشی داره. بلدم نیست. همه رو سوزونده. نگاه کن بده لوله رو بده بدم. این نقاشی بچه‌م. بچه کشیده گفته بیا شب تنهایی نگاش کن. چیه؟ درخت و گل و اینا. آباد نقشه گنجم هست. نمیخواستم لو بره، آخرش لو رفت. ببین آروم باش، سرصدا نکن تا بهت بگم. اینجا این زیر زیر پای من تو یه گنجه، یه گنج 200 ساله. جور خوده تو گفتی منم باور کردم. اینجا چی نوشه؟ چند تا خط این ساده میای برام میگی که گنج دارم. آره من که نمیخواستم به تو بگم. تو خودت این جن بالا سر من ظاهر شدی. بعدم اینکه من تنهایی که نمیتونم این کارو تموم کنم، باید یه شریک داشته باشم که تو اومدی بالا سر من سبز شدی. حالا چه خور میزنی؟ چه ناراحتی؟ باید خوشحال باشی. پول خوبی بهت میدم. من سر میخوام. پول خوب بهت میدم آقا. 80-20. چی؟ 70-20. چی 70-20؟ 60-20. چی 60-20؟ من 60-20. نه 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 نه، من که نمیخواستم بهت بگم. حالا که لو رفته 50-50. زرنگی کی 50 کی 50 چه فرق میکنه؟ کی 50 کی 50؟ چه تو 50 من 50، چه من 50 تو 50، چه اون 50-50 یعنی چه؟ دو ببینم نقشه رو. نقشه رو میخوای چیکار؟ آروم باش. چیکار میخوای بکنی؟ این همینه. چی همینه؟ اینا این بوته هم همینه. همینه هست. چی یه شروع کن بکنی همین امشب باید در بیاد. اگه با دست میکنن گرد بودن دیگه، با دست میکنن. تو فیلم هم ندیدی؟ ندیدی با این بکن امشب فردا یه کلنگ جور میکنی. تو ما واضح اونجا باش. نقشه رو چطور کردی؟ از کارتون خوابی که بهتره. منم که جایی ندارم برم. آدرس هیچ کدوم از خواهر برادرام هم ندارم. همشون آدرساشون رو عوض کردن. اینجا هم که راحتم. میترسم پامو از اینجا بذارم بیرون مصرف کنم. بس بهتره همینجا بمونم. دقیقا همین کاری که ما کردیم. آمو آرتان فکر کنم رشته ها دارن خمیر میشن. یه نموری زیرشو کم کردم. میام ببین چطور شده. خیلی خوب قابلمه. برو ما الان میام. باش باش من. هرچی غذا یه رشته است این قابلمه درد داغون درست میکنه، خوشمزه و خوش رنگ و لعاب و من درست میکنم. حالا برم غذاتون رو درست کنم. وارتا روری آب روری آب روری چاو روری تو برید باز برو قم پیش بری کانتپ داری برو نمیز بری آب تو برو خوش بری خان اش بری خان رجب دیدی آب برو خوش شاپر بلو به بلو خان. من الان تازه فهمیدم این آقا شاپور دکترای آمپورزنیشو خارج از ایران گرفته. بابا شما دوتا خول اینا. بابا خوش کردیم بابا. وای 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 الان وقت این هم بری رجب این فیلمه امروز آویزون این پسره شده مثل که اقایش بهش خیلی بیمارد. راست میگی، این جایی نمیخوابه که آب زیرش بره. حتما یه خبرایی هست. الان به اونجا اشاره نکن، از یه جای دیگه رو اشاره کن. اونجا این چه وضعیه؟ خب نشستیم دیگه، مشکلی داری؟ حالت خوبه تو؟ عالی عالی. بابا پاهاتونو بیارین پایین. توش جارو میزد آقا ولی جونم اومدم. حواستون رو خوب جمع کنید. حتما.
آره بابا. توی بچه مردم همین جوری میپیچونی؟ نه داداش، من انت خلافم. من داشتم میرفتم، آره یه ذره غذا امشب زیاد خوردم، لوبیا داشتم میرفتم مسترا. آره تو که راست به جون تو با هم میریم، من اصلا با حال دو دره باس نیستم. با هم میریم مسترا. بریم یه دون هست دستی احمد، تو برو بعد من باش. رجب چیه؟ رجب بیدارم بابا. یه واسه که اینا صحبت مشتره میکردن. نگاه کن بلند شو بریم، مثل این که داری یه حرکتی میشه، جنس بنزی بخوره زمین. حرکت کن. آفرین شاپور باهوش. سیر پادکست و صدای ما رو از شبکه تهران میشنوید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه خوب تهران در شب و از حضورتون دعوت میکنیم در ادامه برنامه های شبکه تهران به برنامه سرودها و نامه ها. میگم اینا دستشویی که نیستن. تو همون هم نیستن. از کجان اینا؟ نمیدونم، نکنه نه بابا، درک گفله، اونم اونجا نشسته. برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات شبکه تهران. به به آقایون لطا پشت تخت نشستن، حتما جنس خورده زمین. جون شاپور خوشگلم، دلی از عزا در میاری. بزن دیگه، بزن ببینم. سب کن، اجازه بده شما بابا جان خاکا رو جمع میکنه. بدیم اوه مگه جن دیدی؟ مگه شمایی؟ کی بود کی بود؟ چونی داره یه پر پایین؟ حرف نزنید و ساکن. وضعیت قرمزی، تا همه نفهمیدن یکی یکی بریم تو سالون. بریم. من هنوز نفهمیدم لوله آب ترکیده. بیا بریم تو، بهت میگم ساکن. بیا اینا که تو بردار نمیبینم، من شما رو نمیبینم، حرکات رو نمیبینم. سه، چهار، یک، یک، دو، یک، دو، سه، چهار. نمیشه بذارین اون عقبه، قاطی میکنم. چیکار میکنی تو؟ خوش بگیرم. سلام بارتان مو قشنگ، چطوری؟ خسته نباشی؟ باز تو این حرفو زدی، کی میخوای تو درست شی؟ کارتو بگو برو. بارتان جان یه کار خصوصی با خودت داشتم. خصوصی چرا؟ بگو، خودمونه، بگو. بارتان یه بیل میخواستم واسه کندن زمین. مارک یومرتا بیل برای چی میخوای؟ باز میخوای بری زمین شخ بزنی؟ بارتان جان قضیه خیلی جدیه، خیلی هم مهمه، به خودت میگم. خیلی خب برو به کارت برس، بعد بیام ببینم چی میگی. برو الان کار دارم. دمت گرم، یادم باشه یه سشوار برات بخرم. برو تا چیزی بهت نگفتم. مخلصتم.
شکر خدا بزرگم یک معتاد. سلام بزرگ. سلام. به جلسه گروه شمس‌آباد معتادان گمنام خوش اومدید. در جلسات هر عضو فقط راجب خود و تجربهش مشارکت می کند. در جلسات ما یک دیگر را نصیحت و ارشاد نمی کنیم و از هر گونه بحث سیاسی، اجتماعی، علمی، روانشناسی و غیره خودداری می کنیم. در جلسات به هیچ عنوان صحبت یک دیگر را قطع نمی کنیم و در وقت مشارکت به گفته نام یا نوشته دیگران رجوع نمی کنیم. مجدداً بزرگم یک معتاد. سلام بزرگ. امشب باید حداقل دهمت بکنیم. آفرین. ما اون جایی که ما گندیم نرم بود ولی بعدش داشت صفر می شد. صفر باشه که بهتره. چطور؟ یعنی داریم به گنج نزدیک میشیم. نه بابا، سفتی خاک واسه این چیزا نیست که، برای اینکه لوله فاضلاب از اونجا رد شده، میفهمین؟ زرشک؟ خب اینجوری که کلنگ بزنیم که تمام کثافت ها به سر صورت اون میریزه که. بابا یه فکری باید به حال چراغ‌قوه‌ای، مراغ‌قوه‌ای بکنیم، بدون نور نمیشه، امکان پذیر نیست. داداش لوله فاضلاب باید از بالا کورش کنیم. و از بالا کور کنیم که همه کثافت ها میریزه تو روشویی. باید موتور وست کنیم، فاضلاب رو بزنیم تو حیات پای درخت ها. شطور گلویی هم ببندیم خیلی خوب میشه. ردیف کردن کلنگ و انباری هم با من. کچه بیار دست منو داغ کن. نه نیست دوگده. یعنی ایشکی نفهمیده، فقط خودمون میدونیم. آره واری، آره واری. اش تقصیر تو با این صدا. آقایو مگه خاموشی نزدن؟ جلسه ساعت 6 بوده، چه خبره الان؟ باشه دیگه دکتر، با تو مگه نیست؟ باشو بابا آدم و خمار خواب نداره که منه. شب بخیر. کجا میره این جای من؟ اینجا جای تو چچه. بابا کجا قطاری را افتادین همینگی دنبال ما؟ بابا اینا آکیو دارن توالیشون کن ارفان. من که گفتم من به نصف شما احتیاج دارم. ما کار میکنیم، مشغول میشیم، خسته کشونیم، شما بیاد جای ما. برید تو برید تو مجا عروسیه. رضا بیا برو کلنگ وردار یه پارچم بکشیم روی اون چاله. حد خد با کنچت تکون بودش. کلنگ دادم با یواش بده من بده شاپو. بیا. بیا اینو بگی. بزن آقا.
وارتا ملم کن. خاصا ناشی توی نه نه من رئیستم. یالا همین بیا اینم بگیر بذار اونجا بسرم. سفید پوش، سفید پوش اینه بگیر بذار. نه پایین 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 همینجا همینجا. آها بذار وارتان گذاشتی؟ منم از اول خونه موندم و دریا بود. اینقدر دوست داشتم که برم زیر دریا رو ببینم، یه آپارتمانی آسمان خراشی اونجا بسازم، یه زیر دریایی با یه عیاب و زهاب، از اون بر البته آقا بزرگم باشه. من که عشق است اون ور آب، تایلند و پاتایا، یه چند ماهی برم اون ور آب و از آرامش و زیبایاش استفاده کنم، بعدش بیام اینجا و یه اسکانیا بگیرم دماغدار شاپور عین دماغ خودت، بعدش بیفتم تو جاده ها. منم دوست دارم یه رستوران زیر دریا بزنم، اول غذای این بچه های کمپ رو بدم، بعد غذای این شاپور گرسنه رو زیر دریا بدم. خیلی عالیه، کمپ به جاش، ولی شاپور پیشکشه، چون شاپور زیر دریایی داره، مشکل نداره. بذار منم سهمم رو بگیرم، منم خیلی کارا دوست دارم بکنم. اولی کاری که میکنم میرم بالای شهر یه خونه بزرگ دوبلکس هم نه هفلکس. آره داداش چون دیگه خسته شدم از ترس ندادن اجاره خونه ماهی بعد شبا نتونم بخوابم، دیگه خسته شدم به خاطر ندادن اجاره خونه هر چند وقت یک بار جلو پلاسم رو بریزم تو خیابون، بعدشم میرم یه شغل آرومندانه برای خودم میخرم. آره یه جت اسکیت هم میخرم برای خودم، بقیه پولم میذارم بانک سپرده. آره سودشو میگیرم برای خودم کیف میکنم. آره داداش عرفان جان تو چه آرزویی داری بابا؟ خب منم یه آرزویی برای خودم دارم، اما من نه خونه بزرگ میخوام. خونه داری؟ نه ندارم، نه مثل شما زیر دریایی میخوام، نه کامیون میخوام، نه پاتایا میخوام و نه رستوران. من از خدا فقط یه چیز میخوام، خدایا به من آرامشی بده تا بپذیرم اون چی رو که نمیتونم تغییر، شهامتی که تغییر بدم اون چی رو که میتونم، و بینشی که فرق بین این دو بده. چه بچه ها آقا موزه فهمیده الان هم فکر کنم روی چاله باش ساده. شاپور اگه بفهمه تجدید دوره ما. تجدید دوره چیه رجب جان؟ که دیگه جان داره الان جواب درخت سخنگو رو بده. شدیکم اضافه شد چیزی نمیده. چه بدشانسی امشب تموم شده بودا. آقایون عقب افتاده دار دسته نیویورکی ها چطوره؟ تو این سرزمین آقا بزرگ جان که میتونه دار دسته داشته باشه؟ دارش کجاست تا دستش باشه؟ کرم مولا شما که چند روزی بیشتر مهمون ما نیستی، همچین برین که این شده دیگه بر نگردی. این داداش این بچه ها راضی هستی؟ حرف ندارم راضیه راضیم، یکی یکن آقا جون بسر هواشون داشته باشم. Thank you.
تلا. آخ شد تلا پیدا کردم. بازم اینجا رو مثل این که اشتباهی کندم. چی بود؟ وای وای بالاخره به وصالت رسیدم ای زیبای خفته، ای طلای نام. ای چی رفت با وای 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 مردم وای 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 ای 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 آخه مرتی که یک کوچه فیزوری اینجا هم جای کشیدنه. ای 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 اوه 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 من حواس شدی اون وقت تو گفتی میذارم باقی مردک بده من اینو ببینم. بده نمیده مردک فیزوری فکتو میارم پایین. من نمیذارم حاصلگی اون زمان تو کابوس های باستان شناسی بنده رو شما به باد بدی غول بیابونی. گوجه پیزوری این مال من، از اون ور گذاشتم لبه دیوار. من بدش من. نه نه بدش من. من هیچ وقت اجازه نمیدم که تو تاریخ و فرهنگو مسخره بکنی. بدش من. بدش من. کمک کمک یواش یواش. خیلی خوب خیلی خوب خب با هم کنار میام. پاشو با هم کنار میام. پس هفتاد من سی تو. برای چی آقا؟ خیلی خوب خیلی پنجاه به پنجاه باشه باشه خیلی پاشو 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 اینا رو جمع کنیم. پاشو بده من بده من. خیلی خوب پاشو اینا رو جمع کنیم. پاشو بریم پاشو بریم. خیلی پاشو بریم. با این تو خیابون اینطوری میخوای بیای؟ اینو تو خیابون اینطوری میخوای بیاری؟ بذار تو این توبله. باشه 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 بده خیلی بده من. تو سن و سالت بالاست نمیتونی بیای. خیلی بده من. خیلی بسیاره جمع کن. آروم 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 یواش. خیلی خوب بیا یه ورشو تو بگیر یه ورشو من آروم بگیر. خیلی به هم بیختید نصف شبی اینجا. ما اومده بودیم پیاده روی که یه ها گم شدیم.
عجب. راستش ما معتادیم، تک کردیم، اومده بودیم پیاده روی که یهو دلمون برای خانوادمون تنگ شد. گفتیم بریم خونه یه سر بهشون بزنیم صبح بر میگردیم، مگه نه؟ بله بله. از نصف شبیه حواس پیاده روی کرده بودی. از مواظب باشید فقط هوایی نشین. نه ما حتما صبح بر میگردیم، مگه نه رجب؟ صد درصد. معذرت میخوام، ما به دلیل پاره‌ای از مشکلات ریز و درشت هیچ پولی نداریم، بنابراین از شما خواهش میکنم که تلفنتون رو بدید به ما که ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم و پول رو بیاریم خدمتون. نمیخواد، این کارت منه. بله، حساب هم بزنید پشمون نمیشید. خیلی کجا؟ تو برو خونه، صبح میبینمت، به کسی هم چیزی نگو. بچه کجای اینقدر شجاعی؟ تا این آب نشه مثل چسب بهت وستم، مثل منگنه. زبل خان یعنی چی؟ ما که همه جا با هم نمیتونیم باشیم که. تو برو خونه، صبح یه جا قرار میذاریم همدیگه رو میبینیم. همه جا با هم بیلدین؟ بیا بریم. رفیق بی کلک با جناب، رفیق بی کلک با جناب. بفرمایید، خوش اومدین. شما بفرمایید، خوش اومدین. مرسی، خیلی خوش اومدین. بابایی امشب کجا رو میکندی باز دنبال گنج؟ هیچی، با دوستم رفته بودیم برای ثبت شرکت. چی کار میکنی بابایی؟ دنبال عینکم میگردم. الهی قربونت برم، عینکت که رو چشته. آره راست میگی، رو چشمه. چه دوست با کلاسی داری بابا؟ از اون آدم حسابی هست. آره کی؟ دوستم؟ اینو میگی؟ چرا هول کردی بابایی؟ آره دیگه همین دوستاتونو میگم. آخه دختر عزیزم، اینجور آدم ها معمولا اولش خوبن، ولی بعدن خودشون رو جور دیگه نشون میدن. بابایی ولی معلومه ایشون آدم خوبیه. خیلی خوب دیگه، پاشو برو بخوا، فردا میخوای بری سرکار دیرت میشه. کامران جان دستشویی کجاست؟ میخواستم برم دستشویی. پشت سرت دست راست. آها مرسی. در ضمن رجب هستم.
تریلیونر شدیم. دیگه این پول دارا نمیتونن به من و تو پوز بدن. البته بنده بیشتر به فکر اطلاع فرهنگم تا پول. سفرهای خارجی، اسکانیای دماغدار، 10 تا مغازه تو بازار میگیرم، همه رو میدم اجاره. 10 تا برای من بگیر. بعدش هم با یه دختر خانواده دار ازدواج مجدد میکنم. آخه نادانی جاهل، کی به تو دختر میده؟ احترام موی سفید تو دارم ها پدر زن، وگرنه. بله آقا. هیچی بابا، منظورم اینه که چه دختر کتبانو و با پرستیبی داری، عین خودت. بگی بخواب که فردا باید یه ساعت بری مغازه یارو. کامی نمیاری ببینمش؟ مردی که فرهنگ داشته باش. چرا عصبانی میشی؟ منظورم زیر خاکیه، از سر شب تا حالا ندیدمش. به جون تو دلم براش خیلی تنگ شده، بیارش یه ماچه گنده ازش بکنم. نخواستیم بابا، بگیر بخواب. پس کجاست؟ اینجاست بابای. ممنون بابای. نهار چی درست کنم براتون؟ اصلا واسه چی مرخصه گرفتی؟ خب میرفتی سر کار دیگه، من بیرون یه چیزی میخورم. چه حرفیه پدر جان، ببینین آقا رجب چی دوست دارم. این همه چیز میخوره، هر چی درست کردی خوبه. بیا بریم دیگه. با این سرواز میخوای بیاید بیرون؟ نگید بابایی، اتفاقا خیلی بهشون میاد که. اصلا تو چرا اینجا وایسادی؟ بره تا دیگه. با تم تا آبروم نرفته برم تو یه چیزی بیارم بپوش. پیداش کردیم. خیلی بریم تو. کجا؟ همین تو بمون. تو با این حرف زدنت هر دومون رو لو میدی. حرف زدن من چشه؟ اونجا هم بهت گفتم، الانم بهت میگم، هر جا بریم با همه، حتی زندان. خیلی خوب بابا. این دوتا آدم متشخص. میریم تو، همه یه صحبت ها رو من میدیم، تو هیچ حرفی نیزم. ای جان، همه یه سوال ها رو هم من جواب میدم. تفهیم شد؟ بله. فرهنگ داشته باش. بفرمایید آقای با فرهنگ. معنی فرهنگم فهمیدی. سلام علیکم، حال شما؟ خیلی خیلی خوش آمدید. ببخشید میتونم کمکتون کنم؟ با کی کار داشتید؟ من با جهانجو جمشیدی جوان کار دارم. تشریف دارن؟ بله در خدمت هستم. بفرمایید راهنماییتون میکنم. پسر جان اینو بیار. ببینید
بفرمایید، خواهش میکنم. خودت رو کنترل کن رجب، فرهنگ دست. بفرمایید تو. آقای مهندس، از نظر من بلامان است، ایرادی نداره. من با کارمندم هماهنگ میکنم که بیان اجناس شما رو ببینن. وقتتون بخیر. سلام علیکم. سلام. سلام جانم، خوش آمدید. حالتون چطوره؟ من جهانجوی جمشیدی جوان هستم، در خدمتم. امرتون چیه؟ یه شیء باستانی رو آوردیم خدمتون ببینید. بطور بسر بگو از آقایون پذیرایی کنم. یم عجب اشتباهی کردیم اومدیم این تو. دو تا چای بیارین. اگه اینا ما رو بکشن، این عتیق رو بدزدن، کسی نمیفهمه. من واقعا برای خودم متاسفم. با این هوشم عقلمو دادم به تو پیزوری. نه بابا، خیلی هم دیر نمیشه. من به بچه‌ها سپردم که تو ماشین بشینن جلو در. مگه چقدر کار با طول میکشه؟ آخه صفدر قاطیه، میترسم بیاد اینجا رو به هم بریزه. میدونی که تازه از زندان اومده بیرون دیگه، آدم میترسه. خب بهتره دیگه حاشیه نریم، بریم سر اصل مطلب. جنستون رو من ببینم. میبخشید آقای. خواهش میکنم. بله. ببخشید من الان برمیگردم. شیر ماته به دام افتاد. آره. شیر نر بالاخره جفتشو پیدا کرد. گوش کن، یه ترتیبی بچین که هر چی زودتر اینا رو از مرز خارج کنی. جواهره گران قیمت من، بالاخره جفتتو پیدا کردم، اونم بعد از این همه سال. دیر شد اما شد. فعلا تو اینجا باش تا اون یکی هم برات بیارم. باشه. خیلی خوب، مواظب خودت باش، میام پیشه. خوبه کامی، این خماری هم منو ول نمی کنه، خیلی دوست داره منو. بله مشخصه. این فرهنگ داشتی باش. آقایون ببخش. بفرمایید. خواهش میکنم، از این که تنهاتون گذاشتم منو واقعا ببخش. خیلی خوب. راستش من با خریدار صحبتامو کردم. چطوری بگم، ایشون یک قیمتی روی شیء شما گذاشتن ولی زیاد نیست. من حتی نشونیای ریتون شما رو بهشون دادم، ایشون گفتن که روکشش طلاست. نه انقدر خوشحال نباشین، منظورم این که گفتن روکشش آب طلاست. در هر صورت گفتم قدیمیه،
ولی قدمت آنچنانی نداره، مثلا قدمتش 500-600 سال. همونطوری که خودتون میدونین هر سال با سال دیگه فرق میکنه، هرچی قدیمی تر باشه گران قیمت تر و دست نیافتنی تره. مثلا مثل 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال و امثال هم. بله. ببخشید من اون موقعم آدم وجود داشته. البته منظور ایشون اینه که آیا اون زمانم انسان‌های هنرمند وجود داشتن؟ آره رجب جان. آره همینی که کامران جان بله. گفت درسته. بله. البته که وجود داشته. البته بیشتر هدف ما اطلاعی فرهنگیه، اما به هر حال میخواستیم بدونیم که قیمتش حول و حوش چه مقدار هست. البته شما مطلع هستید که اشیای گرون قیمت و عتیقه جات رو به صورت خاص معامله میکنن. ببینید آقایون، بحث فروشش هست، خارج کردن از مرزش هست و چیزهای دیگه. با در نظر گرفتن این چیزها من فکر میکنم که 3 تومن قیمت مناسبی باشه. یعنی تقریبا به دلار میشه چقدر؟ بستگی به دلار داخل بازار داره که من فکر میکنم حدودا میشه 1,000,000 دلار. حالا ما اگر بیایم دلار رو در حال حاضر 2.5 یا 3 تومن در نظر بگیریم، روی هم میشه 3,000,000,000 تومن. 3,000,000,000 تومن. الان آقایون میگم پولاتون رو بیارم. چنگیز 1,000,000 دلار آقایون رو بردار بیار. گفتم براتون بیارم. چه حالی میده آدم پول داشته باشه؟ یک خماری هم سراغ آدم نمیاد. خدایا کرمتو شکر که بالاخره خوشبختی هم در خونه ما رو زد. این یارو گفت چقدر میشه؟ 1,000,000,000 دلار. الان دلار چنده؟ 1,000,000,000 دلار نبود، 1,000,000,000 دلار. گفتش که قیمتش میشه تقریبا 1,000,000,000 دلار. تا 2 هفته پیش دلار 2,000 تومن بود، به عبارتی میشه 2,000,000,000 تومن. ننه جان پول دار اولدم من. ننه جان قربان اولم. آقای نه میلیاردرا، میشه بگی ما کجا بریم؟ یه سطح داریم میچرخیم. شما لطف کن تشریف ببرید چهارراه استانبول. ما از اون ور آب اومدیم، یه مقدار دلار داریم میخواییم چنجش کنیم لطفاً. چهارراه استانبول نه، اول میریم یکم خونه استراحت میکنیم، فرداش میریم دلارا رو چنج میکنیم. بعدشم مگه دیوونه شدیم که با این همه پول بریم چهار استانبول؟ سسوته آمارمونو میدن، همه صرافی ها با خبر میشن. ماشالله هزار ماشالله کمم مخبر نیست که. اون وقت اگه ما رو بگیرن ازمون بپرسن که 1,000,000 دلار رو از کجا آوردی، جنابالی چه جوابی داری بهشون بدی؟ بعدشم با این قیافه هایی که ما داریم آخه به همون میخوره 1,000,000 دلار داشته باشیم؟ راست میگی. پس چی کار کنیم؟ میدم بریم خونه یک کمی استراحت میکنیم، بعد فرداش میریم 2 دست کت و شلوار پدر مادر دار میگیری. معمولا من هم کت و شلوار برندار میپوشم. بعدش هم میریم صرافی، اونم نه چهار راه استانبول بلکه یه صرافی تو شمال شهر که به کلاس ما بخوره. آفرین قربونت برم، معلوم این کاره. یا واقعا من خدا رو شاکرم.
همچین پدرزن آینده خواهم داشت که باهوشه. نگفتید کجا برم؟ شما اول لطف کنید تشریف ببرید. بله؟ بارتال؟ اوی چطوری با دیشب تو کمپ نبودی؟ نه آقا جون اشتباه گرفتی، از میلیاردری پریدی به وارتان. وارتان کیه بابا جان؟ وارتان خودتی بابا جان، مسخره نکن. وارتان چه خبر؟ بابا پسر جان جان ندان راست میگه، بارتان تاس بود. بله، اما این کچل اینجاهاش مو داره، این شباهت. خیلی شما برادر دوقلو دارید؟ داداش ما شیشتا برادریم، هیچ کدوممون هم شبیه هم نیستیم. حالا فقط بگید من کجا برم. پسر جان اشتباه نکن، اشتباه نکن، ما هم بارمون سنگینه، باید به کارمون برسیم. آقا لطفا برو آزادی، لطفا. مطمئنی از زن؟ بله بله بله. چش لطفا بریم آزادی. جلال خالقا ما خیلی شب خودشه. نه خوش به حال کامی جان که همچین دختر کتبانوی داره. خواهش میکنم. خوش به حال کامران. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. رجب جان لازم نیست این همه تشکر کنی، تو که دو روز بیشتر مهمون ما نیستی. وانگهی ما هم عادت نداریم به مهمون بد بگذره. رویا تو هم این همه نرو بیا، نرو بیا، بگی بشین من بقیهشو میارم. یا الله کامی جان. آقا رجب بشقابتون رو بدین براتون بکشم. آخه زحمتتون میشه مادمازل. من خودم عاشق کتلتم، مایش رو از ظهر آماده کرده بودم ولی نیومدین. چون خودم دوست دارم فکر میکنم همه باید دوست داشته باشن. ما نتونستیم بیاییم، اینه که با آقا رجب رفتیم چلو کبابی دایش. اتفاقا من عاشق کتلتم، مخصوصا کتلتای اینجوری. چجوری؟ همینجوری که داری میبینی، همینجوری. چقدر خوشمزه است، واقعا لذیذه، همه چیزش اندازه است. الکی نیست که قدیمی ها میگن ننه رو ببین دختر رو بگیر. حتما مادر شما هم، منظورم اینه که زحمت زیادی کشیده که همچین دختر کتبانوی تحویل جامعه داده. شما لطف دارین، شما مثل بابای من مجردین آقا رجب. بیچاره بابای من از وقتی مادرم فوت کرد برای من هم پدری کرده هم مادری، ولی من ازش قول گرفتم که بعد از ازدواج من اونم از این تنهایی در بیاد. دوتا کتلت دیگه تو بشقاب من بذار رویا. ازدواج چیز خیلی خوبیه، سن و سالم نمیشناسه، انسان باید همدمش رو پیدا کنه.
منم تا همین امروز نتونسته بودم همدمان پیدا کنم، ولی امروز تصمیم دارم ازدواج کنم. منظورت ازدواج مجدده دیگه؟ بله؟ دخترم نمیدونی ایشون یه دختری داره عین قرص ماه، بنده عکسشو دیدم. وا، یعنی زن دوم؟ بله. آقا رجب، شما زن دارید میخواین تجدید فراش کنین؟ من شکر بخورم. اون زنی که کامی جان ازش حرف میزنه منو یه طفل معصوم و 3 سال پیش ول کرد و رفت. الان اون بچه رو مادر پیرم داره تراخوشش میکنه. بابایی، صدای زنگ موبایلتونه. رویا خانم، شما قصد ازدواج ندارین؟ بالا نمیدونم چی بگم، قصدشو که دارم، ولی هرچی بابام بگم. گلوم گلسین آی نه نه، گوی یارم گلسین آی نه نه. خودیم میایی بیرون. خب چرا یه مقدارشو همه رو چنج کنیم دیگه؟ نه نه نه، همه رو یه جون نباید چنج بکنیم، تو 3 تا صرافی باید این کارو بکنیم. حالا از الان تا وقتی که پولا رو گرفتیم هیچ حرفی نمیزنیم، فرهنگ داشته باش. پولدار شدیم کامران خوشگلم. آقا دلار چنده الان؟ پوند چی؟ اوه سلام، خسته نباشی. سلام. من 3000 پوند خرید میخواستم، لطفا چنده؟ الان 4780 تومن. اوکی، فقط من کارت دارم اگه اشکال نداره. مرسی. رمزتون؟ رمزم هم 4313. چند لحظه بعد منتظر بمونید. ممنونم. بفرمایید. تشکر. آقا نوبت شماست. با توئه، نوبت ماست. با بنده بود سرکار خانم؟ بله با شما، لطفاً زودتر تشریف بیارید. امرتون؟ یه مقدار ارز خارجی داشتم، میخواستم چنجش کنم. دلاری چقدر؟ 3260 تومن. 3260 به عبارتی دلار. اخ جون رجب جون، 3 میلیارد تومن. آه جانا. پولتون چقدره؟ 300,000 دلار. بدید به من لطفا. ببخشید. بفرمایید. آقا پولاتون همه تقلبی هم. چی؟ تقلبی؟ بله همه تقلبی هم. خانم اینا چی؟ اینا هم تقلبی هم. رجب
میگی تقلبی؟ خانم محترم، 100% دستگاهاتون خرابه. کامران جان، این بانک ها همیشه دستگاهشون خرابه. نه آقا، دستگاهمو درسته. مشاهده کنید، دستگاه ما هیچ ایرادی نداره. پول شما مشکل داره. حالا چقدری پول داری؟ حدوداً 1 میلیارد دلار. خانم به خدا 1 میلیارد دلار نیست، 1 میلیون دلار ناقابله. حالا خانم، صدادا 2 نفر سارق اینجا هستن با 1 میلیارد پول تقلب. برای کیف رو بیاییم. امه من گفت 70 بسیار پولا مال منه. آقای محترم، تو باید پایشی اینجا جواب بوده آنی باشی. الان پولیسی سرگه در جای جواب رو باید به اونا بگیم. من یه فقط دارم، خانم دروغ میگه. من یه ننه ضعیف دارم، مریض دارم. خانم میرم اون ریتون رو تحویل موزه میدم. غلط کردم. منو فریب دارم. این نالی چون منو فریب دارم. اون خیلون بیابونی منو فریب دارم. من میخواستم آقا من خمار میمیرم تو زندانه. این مردش من از کم دو میره. من بدبرم. کمکم کنید. کمکم کنید. گناه داریم. 70 سی ها؟ برو. خاکی رو تحویلم موزه میدم. کمکم کنید. کمک. نجم. چی شده؟ چیزی نشده. داشتی خواب میدیدی. نوبت ما از بلنشو بریم. امشب با کامل قضیه بکنیم. بچه خسته شده. آخش خواب بود. خواب میدیدم. بابا بیار گونی رو دیگه. اینو یافتی؟ خواستم که از اینم هم بدن تو بازار بخرم. کارتونو بکنی. بابا سر کاری 20 روزه داری اینجا رو میکنیم هیچی به هیچی. مسخره کردی تو ما رو. عرفان جان. بله. مطمئن این نقشه راستکیه؟ آقا جان من به همه تون دروغ گفتم. اینو بده به من. کار تعطیل. به این دنبال کار. ما به امید تو اینجا رو کندیم. چرا لوس میکنی خودتو؟ کار تعطیل گفتم. بابا معذرت میخوام. تو رو نمیشه پس رفت، نمیشه پیش رفت. مرد ایزمی چرا ناراحت میشین؟ کار کنی چرا با من بس میکنی؟ هی ناامید میشین. همه تون میدونی اون زیر یه قلعه قدیمیه. تازه اینجا که تموم شد باید بریم سراغ کارمان سرای خرابه. کار میخوایم بکنی یا نمیخوایم بکنی؟ تکلیف من روشن کنی. بابا بس نکنید. توی هنده یا هنده است. بکنید. بکن.
تمیز باشو آیه میرم تی صفای میرم باشو شما داره بالا می چنه تو میبر نمامی جام کنی فیلتر سیگار من داره بالا می چنه تو من سیگار میکشم جام کن ببینم من ایت چو پاونم نیزنگ من نیزنگ سر کوه بلندی خدا نفریاد بس کن بس کن الان آقا بزرگ میاد بالا سرتا عجبانی نمانه آقا شنگی نمانه سلام آقا جون آقا این جمع خوندن گرفتش ویل نمی کنم نداره بزرگ خوش کنشنم کارتون بکنی حرکت بزنی آقا جون حرکت بزنی بپس باش بزن باغچه خونه‌شو داره آب میده. آقای محترم، چیکار می‌کنی؟ چی اومده اینجا راست راست راه میره آواز می‌خونه. فکر کنم مستم آزاده. اومده هتل حال کنه و بره دیگه. صد هزار مرتبه به تو گفتم. میدونی چرا دوستت دارم؟ به خاطر اینکه نمی‌فهمی. الانم میگم باز چون نمی‌فهمی دوستت دارم. باز سلام. مهندس پالایشگاه بوده. فقط دو ما شیشه کشیده به این حال روز افتاده. حالا خانواده‌اش آوردنش اینجا که شاید ایشالله نجات پیدا کن. میدونی یاد کی افتادم؟ یاد کسرا. بنده خدا داشت ترک میکرد، چقدر توهم داشت، چقدر صفا میزد. یعنی به خاطر همینه که میگم دوست دارم. یادش بخیر. آره خدا نجاتش بده. داد بیداد. میگم رنجب جون جان، تو فکر میکنی ما چند روزی دیگه اینجایی؟ والا نمیدونم، فکر و خیال این گنجه حسابی هوش و حواسم از من گرفته. میدونی چیه جون؟ آدم وقتی لب پرتگاهه دو را بیشتر نداره. خب. یا باید سقوط کنه یا پرواز. ما سقوط کردیم. برو ببینم. راستی اون روز یادته تو خونه تو خواب بودی؟ میدونی من کجا بودم؟ یواش یواش. آره بابا کجا بودم؟ داشتی هندونای منو میفروختی. از کجا فهمیدی؟ شب که از خواب بیدار شدم دیدم که سویچم تو جیبم نیست. خیلی متوجه بودم رجب جون، باید پول صابخونه رو جور میکردم، ولی من سهمم رو بگیرم بهت میدم، نگران نباش. دمت گرم دمت گرم. سلام علیکم رجب شمپولو. سلام شمپولو. سلام شمپولو خوشگل. نجورسن یخچیم. نمیدونم از این چند روز پاکیتون، از این هوای خوب، از این آفتاب و دلنگیز، از این درختا، از این فضا لذت میبرید یا نمیبرید؟ آره آره واقعا هوای پاک، بدن پاک، واقعا کیف داره. از اون روزی که صحبت این گنج شد اصلا خماری چیه؟ میدونی چرا؟ چون تو فکر اینم، این شانسی که بزنه دمو دارم. جان متوجه میشی؟ یه ویلا، وای 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 نگو شافون فریجان، جوجه کباب، آخ 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 کوبیده یه قشنگ زیبا، وای وای شاپور شاپور حرف نزن بذم و تموم کنم بعدن. گوش کن از این کباب و چنجه. وای از این راهدای رویایانه، من اونا نمیشناختم ولی در مرگ او گریستم و تازه فهمیدم که چه گوهر گرانبهایی را از دست دادم. داستایوسکی در مرگ تولستوی با شرکت پیتر لوپس، انتوان چخوف، باربارا بیل در بربره های وحشی، فیلمی از کمپانی فوکس قرن بیستم، مترو گلدون مایر. یه دقیقه وایسید بیایی بگیرم ساکت یه دقیقه گوش کنید. بشینید 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 همه تو بشینید بشینید
ببینی آقایان و خانوم، یعنی رفقا، ما امشب دور هم اینجا جمع شدیم که کارو یک سره کنیم. دیر به جنبی میبینی که جا تر و بچه نیست، یعنی هیچی به ما نمیرسه. و ضمناً هم با خبر شدیم که بچه هایی کم یه چیزایی بو بردن و همین روزا هم هست که به گوش داداش درشه برسه. موقع انیشتین تو از کجا فهمیدی؟ این چیز من از کجا فهمیدم؟ ببین من از چی؟ گوش کن، من از یه جای خیلی موثق، یعنی منبعی درست، از اونجا متوجه شدم. حرف من اینه، ما امشب پیمان میبندیم که گنجو هر طوری شده در بیاریم، هر کی هست بیاد جلو. های مشتیا، با معرفتا، سینه سوخته ها، از خونواده و خونه و زندگی عقب افتاده، با معرفتا دنبال چی میگردی؟ دنبال گنج؟ گنج که اینجا نیست، گنج بیرون از اینجاست. اصلا گنج اینجاست. گنج 21 روز پاکی شماست. شما فکر پاکیتون باشین که مثل یه بچه میونه که تازه را افتاده، حواستون نباشه با صورت میخوره زمین. اون جوانی که الان پیش شما وایساده و قضیه گنج و این حرفا رو اون یه جوری به شما گفته، اون یه موقع قشنگ جای پای شما بود. اون این داستان رو درست کرده که شما نفهمین که این 21 روز چجوری میگذره. عرفان میخواست دینش رو به این انجمن ادا کنه، میخواست این 21 روز رو با امید زندگی کنین که آدمیزاد با امید زنده است. امید به آینده سختی های زندگی رو آسان‌تر میکنه. سرتون رو درد نیارم، گنج و پول لزوما خوشبختی نمیاره، اما راه برای خوشبختی هموار میکنه. خیلیتون فردا از اینجا میرین، خیلی دیگه تونم حالا مهمون ما این، اما امیدوارم که دیگه گنج خوشبختی زندگیتون زیر خروارها خاک مدفون نشه. یا علی مدد. واسه چی دروغ گفتی به من؟ چرا من رو گذاشتی سر کار؟ من اولی میذارم سر کار. آروم باش. اینجوری بازی کردی؟ آروم باش. برای اینکه بدونی امید تو زندگی چه نقشی داره. 21 روز رو تحمل کردی، اصلا نفهمیدی چجوری گذشت با امید پیدا کردن گنج. دروغ میگم؟ اصلا فهمیدی چجوری گذشت؟ بابا شوخی کردم، من نوکرتم تا آخر عمر. بذار ماچت کنم. نوکرتم. هیچ کاری نکردم، همش همت خودتون بود. جدی تو شوخی کردم ها؟ کاش به جای اینکه تو زندگی دنبال یه نقشه گنج باشیم، دنبال یه نقشه خوب برای زندگی کردن باشیم. زندگی راه پرفراز و نشیبیه که اگه بدون طرح و برنامه و نقشه پا تو این راه بذاریم، به بیراه میرسی. صد بارک الله بهش بگید ماشاءالله، هر کی بگه ماشاءالله بره بزنه انشاءالله. صد بارک الله بهش بگید ماشاءالله، هر کی بگه ماشاءالله بره بزنه انشاءالله. صد بارک الله. وای بلندش کنه، بلند ماشاءالله.
ببین چی مونده از حست، چرا از عشق افتادی، چه چیزایی ازت کم شد، کیو از دم